سلام عرض میکنم خدمت دوستان، فرزین هستم و اومدم امروز که با یه ویدیوی دیگه در مورد آموزش یونیورسیتی در خدمتتون باشیم. یکی از مهمترین مراحلی که شما بعد از گرفتن پذیرش باید انجام بدید، گرفتن تاییدیه یونیورسیتی هست که شما بتونید به سفارت ایتالیا در ایران مراجعه بکنید. یونیورسیتی چی است؟ همین وبسایتی که توی تصویر دارید می‌بینید با آدرس university.it کارایشی است. شما درخواست رو پر می‌کنید، می‌فرستید برای دانشگاهتون که بهتون پذیرش داده و دانشگاه در واقع شما رو تایید می‌کنه که من به این دانشجو پذیرش دادم و این رو می‌فرسته برای سفارت و در واقع سفارت می‌دونه که پذیرش شما واقعی و حقیقی است. و یک سری از دانشگاه‌ها از این پورتال برای پورتال اپلای استفاده می‌کنند و شما پورتال یونیورسیتی رو پر می‌کنید، برای دانشگاه می‌فرستید و دانشگاه بهتون میگه که من شما رو اکسپت کردم و یا ریجکت کردم. ما این سناریو رو در نظر میگیریم که شما پذیرش دارید از دانشگاه و میخواهید که تاییدیه یونیورسیتی رو در واقع بگیرید. یه صفحه اصلی بالا گوشه راست این دکمه رو میزنید، وارد یک همچین صفحه میشید، میایید اینجا نیو یوزر و ریجستر رو میزنید. از این بالا زبان رو تغییر میدم به انگلیسی که راحت پیش برید. نام پر میکنید، نام خانوادگی، کشور محل تولدتون رو اصلاح میکنید، شهر محل تولدتون رو میزنید، تاریخ تولدتون رو میزنید. دقت کنید دوستان که اطلاعات بر اساس پاسپورتتون در واقع وارد بشه، چون اصلاح کردن اطلاعات که خورده سخت است. الان با این اطلاعات که شما وارد کردید خود ساله میده، در واقع خودش بیساله روی این دکمه بزنید خودش خود پیست میکنه، اول آدرس ایمیل رو کانفرم میکنید. شماره تلفن مهم نیست، اگر بخواید میزنید. نوع داکیومنت که میخواید آپلود کنید رو پاسپورت انتخاب میکنید، شماره پاسپورت رو میزنید، issued by این عبارت رو میتونید، immigration and passport police chief دقیقا همون عبارتی است که توی پاسپورتتون در واقع زده، تاریخ صدور پاسپورت رو اینجا ازتون میخواد و تاریخ انقضاش. اما اینها رو که وارد کردید میاید پایین، به صورت آفیشالی کجا رزیدنس هستید، شما رزیدنس ایران هستید. الان کد رو میتونید وارد کنید، میتونید بذارید بمونه، آدرس رو وارد میکنید، تمام، سیو رو میزنید. اتفاقی که میفته همونجوری که میبینید میگه که رجیستریشنتون سکسسفول بود و ایمیلتون رو چک بکنید. اوکی رو میزنیم که این صفحه برگرده توی صفحه در واقع ابتدایی لاگین و این کلیک میکنیم و اینجا همونجور که میبینید یک دونه آدرس ایمیل رو براتون داده و یک دونه پسورد براتون داده. همین رو عیناً کپی و پیست میکنید. فاین رو که بزنید ازتون میخواد که پسورد رو عوض بکنید. پسورد رو حالا من عوض میکنم، یک حرف بزرگ، یک حرف کوچیک، اعداد و یک کاراکتر باید داشته باشه. سابمیت رو میزنم، وارد در واقع این صفحه میشم. دوباره از این روی قسمت انگلیش. دوستان این قسمتی که دارید میبینید مخصوص آیمتی ها هست، ما با این قسمت کاری نداریم. اینجا پرسنال دیتا هاتون رو شما میتونید ببینید و یک سری از قسمت ها شما چینج دیتا رو میبینید. اینجا قسمت اصلی که کدش فیسکاله و نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد هست ببینید که چنج دیتا ندارد و دقت کنید که اینها رو درست وارد کرده باشید، چون یه خورده سخت به عوض کرده باشید. میاییم روی قسمت اکسترا ایو سیتیزن پری انرولمنت اپلیکیشن فور استادی ویزا فور ایتالی، اینجا انتخاب میکنیم، این گزینه رو اینجا میزنم، نیو پری انرولمنت اپلیکیشن و وارد در واقع اپلیکیشن میشیم. توی این قسمت هر اطلاعاتی که ناقص هست رو شروع میکنیم به پر کردن. از اکادمیکی رو شروع میکنیم، 2024-2025 رو انتخاب میکنیم، اسمتون هست، فامیلیتون هست، تاریخ تولدتون هست، جندرتون هست و میرسیم به قسمت در واقع آدرس. استریت رو زدم، شماره پلاک رو میزنم، خود پست رو میتونید وارد کنید، بعد شماره تلفن رو وارد میکنید، پست استپ بی رو میزنید. اینجا اطلاعات مربوط به پاسپورتتون هست، شماره پاسپورتتون، اکسپایری دیتش موجوده. توی این قسمت عکستون رو قرار میدید، عکستون در فرمت های PDF, JPG و PNG مورد قبول هست. فایل حتما باید زیر 10 مگابایت باشه.
توی این قسمت هم پاسپورتتون باز با همون شرایط عکستون. میرسیم به قسمت دوم. کجا میخواید برای ویزا اپلای کنید؟ چون ایران رو انتخاب کردید پس خودش تهران رو براتون میاره. علتی که میخواید اپلای کنید برای در واقع ویزا، مارکوپولو برای دانشجوهای چینی هست، اصلا به ما ربطی نداره. I want to enroll in a study course برای ما هست که به صورت نرمال میخواییم. اگر ارسموسی هستید یا ترینیشیپ میخواید برید این گزینه، دوباره اکسچنج پروگرام و ارسموس کلاس هستید این گزینه، دابل دیگری هستید برای دابل دیگری میخواید تشریف بیارید این گزینه. اگر میخواهید که ویزیتینگ استودنت هستید، کسایی که میان و یک استادی رو در واقع میخوام ببینن این گزینه انتخاب میکنم، و این شورت موبیلیتی هست که برای کلابراتیو ها و اینجور داستان ها بلند پروگرام ها انتخاب میشه. ولی ما به صورت نرمال این رو انتخاب میکنیم. I want to enroll in a study course. یه قسمت بعدی، نوع در واقع مؤسسه که میخواهید برید کدوم هست. اخم هست و لینگویستیکو هست، یعنی یونیورسیتا هست. من دانشگاه رو انتخاب میکنم که باشه یونیورسیتا. اسم دانشگاهتون رو از اینجا انتخاب میکنید. مثال من میزنم ساپینزا. لورا به معنای کورس لیسانس هست، لورا ماجستریاله به معنای کورس مستر هست و معمولا مشتری این دوتا زیاده، پس من لورا ماجستریاله رو میزنم. دوستان این گزینه فرقی نمیکنه که روی کدوم باشه و شما هر کدوم از گزینه ها رو بزنید آخر کار میاد وای میسته روی Every Language، ولی به خاطر اینکه سرچتون راحت باشه توی رشته ها، من English Language رو سرچ میزنم و Course Names رو فقط انگلیسی ها رو اینجا براتون میاره همونجوری که میبینید. مثال میزنم Architecture Urban Regeneration. اینجا نوع کورس رو میاره که کدوم کوریکولوم رو میخواید انتخاب بکنید. ما میزنیم که انگلیش رو میخواییم انتخاب بکنیم یا ایتالیایی رو. اینجا چک میکنید، میتونید که در واقع از این لینک که اینجا موجود هست استفاده بکنید و ببینید که کورس رو در واقع درست انتخاب کردید یا نه. ببینید الان مستقیم میرید به وبسایت کورس آرکیتکچر، انگلیسی رو بزنم دیگه کامل میشه Architecture Urban Regeneration. پس من کورس رو درست انتخاب کردم برای چک کردن گذاشتن اینا. این حال که چک کردید و تموم شد، دوستان این قسمت رو یک سری از دانشگاه ها میخوان، یک سری از دانشگاه ها نمیخوان. مثلا برای ساپینزا شما یه شماره ماتریکولا بهتون میده، این شماره ماتریکولا رو باید اینجا وارد کنید. دانشگاه مثل تورنتو اصلا براش لزوم نیست، نیاز نیست. کورس استفسی رو میزنید. اما این قسمت دوستان دقت بکنید که اینجا آپلود کردن مدارک فقط و فقط و فقط بستگی داره به دانشگاهی که به شما پذیرش داد. ببینید اینجا کاملا بهتون توضیح میده که در مورد در واقع یونیورسیتی شما کدوم مدارک رو باید قرار بدید داخل یونیورسیتی. برای دانشگاه تورنتو مثلا اون مدارک رو میخواد سرچ میکنید، برای دانشگاه ساپینزا یه سری مدارک دیگه میخواد. مثلا اصلا دانشگاه پادوا استادم میگه که هیچ گونه مدرکی برای من آپلود نکنید و من خودم چک میکنم و تاییدیتون رو میدم. پس این قسمت کاملا سلیقه دانشگاه هست، بعد از رشته و دانشگاهتون پیگیر این قضیه باشه که اینجا من چی آپلود بکنم. اگر هم آپلود نکنید ببینید من میزنم و میره توی قسمت سامری. توی قسمت سامری شما اطلاعاتتون رو یک دور بررسی میکنید، این تیک رو میزنید و اگر این گزینه رو بزنید، اپلای فور پری انرولمنت رو بزنید، این در واقع ارسال میشه برای دانشگاه و منتظر میمونید که در واقع پذیرشتون بیاد. خب من پورتال رو عوض کردم و یک پورتال قدیمی رو باز کردم که سه تا شرایطی که در واقع پیش میاد توی این پورتال بعد از اپلای کردن رو بهتون نشون بدم. وقتی شما اپلای میکنید و این رو میفرستید، اولین کار این قسمت فوروارد ترانسلیت آن تاریخ فلان براتون ثبت میشه. ببینید توی هر دو قسمت توی تایپ‌های متفاوت این پورتال ثبت شده. وقتی که تشریف میبرید سفارت و سفارت بررسی میکنه پورتالتون رو، اگر که ویزا بشید پورتال سبز، خط سبز دوم رو براتون میندازه که ویزای تایپ دی لانگ استی ایشود بای امبسادر تهران که توسط تهران صادر شده. اگر خدایی نکرده ویزاتون ریجکت بشه، قسمت دوم رو اینجوری قرمز میکنه براتون و شما متوجه میشید که در واقع درخواست ویزاتون رد شده و یا ریجکت شده. منتظر لایک کامنت سابسکرایبتون هستم. ممنون که ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم که موفق باشید.